رکورده؟ یک دو سه تمیز بسم الله الرحمن الرحیم سرستا نکنین دارم فیلم میگیرم سلام و وقت بخیر خدمت همه از زان در خدمتتون هستم با آخرین ویدیو از معرفی مدارس توی ویدیوهای گذشته که حالا عزیزان زحمت کشیدن برای شما تهیه کردن تک تک مدارس معتبر خلبانی و حالا مدارسی که دیسپچری و مهمانداری هم ارائه میکنن و معرفی کردن خدمتون تک تک این ویدیوها جنبه آموزشی داره جنبه اینو داره که شما بتونین بهترین مدرسه رو خودتون انتخاب کنین و هیچ کدوم اینا تبلیغات نیست مدارس که معرفی کردیم به ترتیب مدارس بود مثل پارسیس، معراج، آرتاکیش، هما و آموزشگاه هایی که فقط و فقط گراند اسکول دارن یعنی مبحث پروازی رو ندارن یعنی شما قاعدتا در این مدارس باید حتما و حتما دوره های گراند اسکولتون رو بگذرونین و برای پرواز به مدارس دیگه مراجعه بکنین که خب شاید زیاد جذاب نباشه برای همه دانشجوها خیلی از عز عزیزان حالا هم توی کامنت ها هم توی دایرکت اینستاگرام اومدن گفتن که خب خیلی از مدرسه دیگه هست که شما معرفیشون نکردین. باید خدمتتون عرض کنم که متاسفانه در حال حاضر طبق گفته خود سازمان هواپیمایی کشوری ما 49 ایرلاین داریم که خب جمع تمامی هواپیماهای اکتیو توی کشور بیشتر از 130 140 تا نمیرسه این آماریه که خود سازمان هواپیمای کشوری داده و قاعدتا قرار برای این نیست که تک تک مدارس خلبانی و من بیام خدمت شما عرض بکنم چون قاعدتا این مدارس حتی هواپیما هم ندارن یعنی فقط به فقط دوره های زمینی رو برگزار میکنن و در نهایت دانشجو برای پرواز باید مراجعه بکنه به یکی از این مدارس که خدمتتون عرض کردم یکی دیگه از موضوعات بسیار بسیار مهمی هم که هست همینجا باید خدمتتون ارز بکنم اینه که خیلی از عزیزان میپرسن آیا ما باید هنرستان هوانوردی بریم برای خلبانی آیا ما باید رشته دانشگاهی بخونیم آیا رشته دانشگاهی مرتبط میتونه به ما کمک کنه حقیقتا هیچ گونه کمکی اون سه چهار سالی که شما هنرستان هوانوردی قرار بخونین به شما نمیکنه. هر رشته دوست دارین بخونین تجربی ریاضی انسانی یا حالا هنرستان حتی هیچ فرقی نمیکنه. حداقل نیاز برای شروع دوره های خلبانی به, دو... به طور آزاد البته طور غیر دیگه ای هم اصلا نداره یعنی دولتی هم نداره به طور آزاد دیپلم هستش حالا هر گونه دیپلمی و همچنین مدرک دانشگاهی ترجیحا توی ویدیوی چگونه خلبان شویم من خدمتتون عرض کردم که حالا اینجام هستش میتونین بازم مشاهده کنین هیچ کمکی به شما نمیکنه ولی اکثریت ایرلاین ها برای آزمون ورودیشون برای استخدام حداقل مدرک تحصیلی و لیسانس میخوان که خب خیلی خوبه که شما در کنار خلبانی به فکر گرفتن یه لیسانس هم باشین هر لیسانسی که دوست دارین اینم دوباره اون چیزی نیست که شما به فکر این باشین که لیسانس مرتبط بخواین بگیرین خب در نهایت آخرین تصمیم گیرنده خودتون هستین امیدوارم که های گذشته را قشنگ ببینین و خودتون تصمیم بگیرین دوره خلبانی شما بیشتر از دو سال نباید طول بکشه اگر کسی چندین سال داره خلبانی میخونه مطمئنا یا حالا از لازم مالی مشکل داره که خب این شاید اکسپتبل باشه قابل قبول باشه ولی اگر غیر این باشه یعنی مشکلات مالی نداشته باشه مشکلات پزشکی نداشته باشه و بیشتر از دو سال طولش بده این دورای خلبانی خب مطمئنا تنبلی از خودشه اینجا یه سری چیز نوشتم یادم نمیاد چی بود بذار من نگاه کنم آه در درباره آینده هوانوردی خیلی سوال کردن که حالا ما بیایم این هزینه را بکنیم هزینه ای که الان سال 1401 در حال حاضر حدود 350 تا 400 میلیون برای دوره خلبانیتون و اگر ایرلاین مورد نظرتون برای آینده هزینه ای تایپم از خدا ب... از شما بخواد از خدا بخواد از شما بخواد حدود 400 میلیون دیگه هم اونجاست که خب این اصلا مبلغ کمی نیست مخصوصا واسه دانشجویی که 18 19 سال سن داره و میخواد تازه وارد این عرصه بشه برای خب آینده هوانوردی و خدمتون باید بگم من نه خوشبینم نه بدبین اگر واقع بینانه بخوایم به موضوع نگاه کنیم گفتم خدمتون حدودا 130 تا هواپیمای اکتیو بیشتر توی کشور نداریم تمامی هواپیمای مسافربری که در حال حاضر ایرلاین های موجود توی ایران دارن و رو هم رفته تمامی ایرلاین ها بین 2000 تا 3000 خلبان اکتیو بیشتر وجود نداره دانشجوی خلبانی که سالیانه دارن فارغ تحصیل میشن از مدارس خلبانی بسیار بسیار تعدادشون زیاده و خب بازار کاری وجود نداره ولی باز هم من یه چیزو میگم همیشه رقابت برای خلبانی برای استخدام زیاد بوده یعنی اگر شما بر فرض مثال ده بار بیان یه آزمون خلبانی رو تکرار بکنین تا بتونین قبول بشین خب قاعدتا شما آزمون استخدامی ایرلاین هم زیاد شانسی نخواهید داشت شما باید سعی بکنین همیشه در تمامی امتحانات جز ده نفر اول اون شرکت باشین که اون شرکت شما رو برای مسابقه بخواد و اونجا بتونین خودتون نشون بدین و یه زمینه باشه که شما خودتون رو نشون بدین بتونین جوین تاسفانه بازار کار خوبی نداره هممون اینو میدونیم امیدواریم که هواپیما وارد بشه اگر هواپیما وارد بشه بله آینده هوانوردی هم خوب بشه غیر این هیچ گونه پلن دیگه آینده روشنی در اختیار شما نمیذاره فقط و فقط با اومدن هواپیماست که این اتفاق میفته یه چیز دیگه هم که وجود داره سوالاتیه که معمولا تکرار میشه خلبانی همش پوله همش پارتی همش و و و, 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 و متفاوت شکی درش نیست که متاسفانه بله هزینه بسیار بسیار زیادی داره پس پول داشتن برای یک شخصی که خب شاید از خانواده متوسط یا ضعیفی هم باشه برای این رشته خب خیلی میتونه سخت باشه این شکی درش نیست البته اینم خدمتتون بگم توی تمامی دنیا خلبانی بسیار بسیار هزینه برداره این فقط مختص ایران نیست و از لحاظ پارتی بازی اینجور حرفا هم خب من در جایگاه نیستم که بخوام حرف بزنم ولی خب چون اکثریت ایرلاین ها خصوصی هستن شاید فیلترها به اون صورت که خیلی انتظار داشته باشن نباشه که اونم شما دارین با چشم باز این رشته را انتخاب میکنین من دارم تمامی شرایط و واقع بینان خدمتتون میگم از مدارس خلبانی، از انتخابتون، از طول دورا، از هزینه ها درست انتخاب کنین تا در نهایت خودتون مسئول اون انتخاباتون باشین دوستتون دارم امیدوارم که ویدیوهای بعدی رو دنبال بکنین خیلی طول کشید که این ویدیو رو بتونم تهیه بکنم یه روز میکروفون بود یه روز دوربین نبود و خیلی از مشکلات دیگه ولی خب امیدوارم که از این هفته بتونم هفتگی یک یا دو ویدیو بتونم در اختیار شما بذارم مدرسه خلبانی تموم شد از هفته آینده ویدیوهای بسیار بسیار خوبی واسهتون تهیه میکنم که بتونم اونها رو در اختیارتون قرار بدم اگر مبحث خاصی مورد نظرتونه اگر سوال خاصی مورد نظرتونه که به اون ویدیو بسازم حتما و حتما بهم بگیم ممنونم ازتون بوس چشاتون خدافز شما خودکار باید باشه سی تومن